پس از هفته‌ها تحقیق و بررسی، واکسن ساخته شده توسط شرکت‌های دواسازی فایزر و بایو انتک اجازه تطبیق در آمریکا را از اداره نظارت بر دوا و مواد غذایی ایالات متحده آمریکا دریافت کرد. پس از نشر این خبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ویدیویی که از صفحه توییتر وی به نشر رسید، ساخت واکسن ضد ویروس کرونا را یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی در تاریخ بشر توصیف کرد. اولین واکسن در کمتر از 24 ساعت دیگر تطبیق می شود. والی ایالات های امریکا خود تصمیم می گیرند که این واکسن در کدام بخش های ایالات هایشان ارسال شود و چه کسانی در مرحله نخست آن را دریافت کنند. ما می خواهیم که اول سالمندان، کارکنان بخش صحی و کسانی که در خطوط مقدم کمک به مردم هستند این واکسن را دریافت کنند. این واکسن به سرعت و به طور چشمگیر مرگ و میر و بستر شدن در اثر این ویروس را کاهش خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ ضمن اشاره به سرمایه گذاری هنگفت حکومت فدرال آمریکا روی ساخت واکسن ضد کرونا توسط شرکت فایزر افزود که استفاده از آن برای آمریکایی‌ها رایگان خواهد بود. Pfizer and Moderna have announced their vaccine. شرکت‌های دواسازی فایزر و مدرنا اعلام کرده اند که واکسن‌های ضد کرونا که آنان ساخته اند در حدود 95% امن است و این فراتر از حد انتظار است. این واکسن‌ها بسیار بی‌خطر هستند. آن عده از شهروندان آمریکایی که در آزمایش‌های کلینیکی شرکت کرده بودند هیچ عوارض جدی نداشتند و من با افتخار اعلام می‌کنم که ما از رایگان بودن این واکسن برای تمام آمریکاییان اطمینان حاصل کرده ایم. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، نیز دیشب در صفحه توییتر خود یک بار دیگر روی پوشیدن ماسک برای مبارزه با ویروس کرونا تاکید کرد. وی با اشاره به نزدیک شدن به تعطیلات آخر سال از مردم آمریکا خواست تا فاصله اجتماعی را رعایت کنند و سفرهای غیر ضروری خود را محدودتر سازند. جواز واکسن ضد ویروس کرونا در ایالات متحده در حال صادر شد که این کشور دیروز نیز رکورد تازه‌ای را در زمینه افزایش شمار مصابین به ویروس کرونا در این کشور به ثبت رساند. بر اساس آمار نشر شده توسط پوهنتون جانز هاپکینز، دیروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا از مرز 224 هزار نفر گذشت و تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 نیز افزون بر 2700 نفر گزارش شده است. در جهان نیز آمار شیوع ویروس کرونا به طور چشمگیری در حال افزایش است و تعداد مرگ و میر جهانی ناشی از این ویروس اکنون به حدود 1,600,000 نفر افزایش یافته و شمار مصابین نیز از مرز 71 میلیون نفر گذشته است. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.